ببینید الان ایران در یه خط، یعنی در یه صورت خطر شدیدی قرار میگیره. این خطر شدید اینی که این ارتباطی که ایران و جمهوری اسلامی با روسیه داشت الان معلوم شد که پوتین و روسا مردش نیستن. اینا آمدن یه مذاکراتی با این دراسته ترامپ پشت صحنه کردن و اینا میخوان ایران و چین و جفتی و یعنی سیستمایی که در ایران و چین هست میخوان بذارن کنار. بله. و عمل اولشون با ایران شروع میشه و من فکر میکنم به زودی اینا حمله رو بر علیه ایران رو میخوان شروع کنن، یعنی یه هفته دو هفته مورد رو صحبت میکنن. یعنی این ماجرا ما و چین در کنار هم قرار میگیریم، قربانی هستیم از از شما قربانی. هند هم با اون جبهه است، با جبهه ترامپ و روسیه است. بله، پوتین و ترامپ بر علیه دنیا و مودی در هند. بله. و تمام این صحنه سازی هم ببینید اینا طراحی های دوگینه. اینا با این کیاس ساختن کیاس و این کارهایی که دارن میکنن میخوان، یعنی نصب دنیا رو میخوان به یه سوی دیگه، یعنی سیستم فاشیستی بین المللی. بله، به خودشون هم کنترل میکنن، میخوان تغییر هم بدن به نظام جمهوری اسلامی. الو. بله بله. الو الو دارم میشنوم. بله سلام. نظام جمهوری اسلامی هم میخوان هر چی شده و هر نحوی که شده میخوان متلاشی کنن و میخوان این، یعنی اینطوری که دارن نشون میدن از خودشون، میخوان این پهلوی رو بیارن سر کار، این سلطنت رو دوباره میخوان بیارن سر کار بگیرن. یعنی چرا خانواده پهلوی؟ برای چی خانواده پهلوی؟ چه اصراریه؟ خب این سوال اینجاست چون که اینا خب سابقا از نوشه خودشون بوده دیگه، یعنی اینا کنترل میکردن ایران زمان محمد رضا، حالا میکن دوباره برگردن به اون. میشه گفت یه دولت کامل در تبعید دارن، من با تجربه و پولدار دیگه. همسال اوشنگ به خاطر اینکه با مجاهدین و جبه ملی نه نمیتونن کار کنن. بله. چون اینا خیلیشون تفرقه زیاده و این مجاهدین خب بالاخره آورو خودشونو بردن. بله. با این مسئله همین کمپ اشرف و اتفاقاتی که تو این اشرف عراق افتاده بود و بچه هایی که داشته نگر داشته بودن و خانواده هایی که به هم زدن، سلطنت طلبا رو نمیتونن این چیزا رو به اینا ببندن. و متاسفانه در ایران هم مثلا خصوص مثلا بین این عیون نشینای تهران هنوز اینا نوستالژی برای زمان پهلوی دارن. این بدبختی ما اینه که اینا در این فکر هنوز به 38 سال پیش داره فکر میکنه. خب این آقای وحید، حالا اصلا ترامپ یه همچین توانی داره؟ یعنی آمریکا بالاخره ما دیدیم که همین سیاست ها رو جورجوش در پیش گرفت، دو سال آخر دولت دومش، یعنی تو 6 سال بعد روی کار اومدن جورجوش پسر، با رکود بزرگ مواجه شد و در واقع اوباما هم سوار موج ضد جنگ شد، ضد سیاست های جورجوش شد و شده جمهور. یعنی افکار عمومی داخلی آمریکا که اصلا نمیتونه بپذیره این مثلا، میتونه بپذیره؟ ولی اینا ببینین اصلا نه هیچ توجهی به افکار عمومی ندارن، بخاطر اینکه کارهایی که الان داره ترامپ میکنه در از دو وایت هاوس، اینا یعنی الان 15 روز هم داره میگذره از ریاست جمهوری، همش تظاهرات و راهپیمایی و شورش و تمام شهرهای آمریکا و اصلا وایت هاوس هیچ doesn't care. اینه کارهای خودشون دارن ادامه میدن، کودتای خودشون، یعنی کودتا حتی در داخل آمریکا، کل آمریکا. ببینید دادگاه فدرال حکم صادر کرد روز یک شنبه بر علیه این دستور ترامپ و بلا فاصله، یعنی دو ساعت طول نکشید که این دیپارتمنت آف هوملند سیکیوریتی فوری اعلامیه داد که ما هرچی که پرزیدنت گفته ما عمل میکنیم، ما اصلا هیچ توجهی به دادگاه نداریم. این خیلی حرفه در آمریکا. و قرارانتون چیه که روسیه هم با این نقشه همراه است؟ خب اینا با این اکسان، این اکسان موبیل و این رکس تیلرسن که الان وزیر امور خارجه شده، اینا قرارداد برای اویل، این کمپانیای روسی، کمپانیای نفتی روسیه با اکسان موبیل الان در جوینت ونچر هم در روسیه. بله. و تمام اون قطب شمالی. و
یعنی آمریکا الان ادمنستریشن ترامپ و پوتین و بیز کورپوریشن های نفتی آمریکا و روسیه با هم دیگه، یعنی اصلا یه انتیتی هست، وان انتیتی با صحبت داریم میکنم. تمام این جنگ بین، این جنگ صحبتی بین آمریکا و روسیه هم به نظر من از روز اول جنگ زرگری بود. تو اوکراین که بین اسم زرگری است، یعنی در واقع یه احساس کردم جنگ زرگری به این علت، به خاطر اینکه بلافاصله که این یورو میدان یعنی به اوجش رسید، یوهویی ناسی ها آمدن وسط کارو و این کیاس و کیاس هی هر جو مرجایی که اینطوری به وجود بینید، همیشه مهر روساست. هر جا رفتن تو گرجستان هم همین کار کردن 9 سال پیش، بله، یه های هر جا مرج به وجود میارن، همه گروه های یه منطقه رو به جون هم دیگه میندازن. شما ارتباطات نزدیک چین رو با یهودی ها چجور میبینید؟ خب بالاخره از زمان پیوستن هنگ کنگ به چین یک مشارکت خیلی خیلی جدی بین یهودی های وال استریت و سیتی لندن با چین ایجاد شد دیگه، شروع کردن کمپانی ها رو به چین منتقل کردن، سرمایه گذاری کردن روی استفاده از 700 میلیون نیروی کار چین. یعنی چرا چین رو اینا میخوان چیز کنن؟ ولی اینا چین بزرگترین طلبکار آمریکا هم هست دیگه از نظر مالی. به خاطر اینکه من فکر میکنم که تا حدی چینیا و سیستم چین، سیستم کمونیستی چین هنوز اجازه به اینا نمیده که اینا یعنی کاملا یعنی تسلطشون کامل باشه به چین. تا حدی دارن هنوز ریزیستنس هست، فشار هست از دولت چین، اجازه نمیده چین، نمیخواد مثلا کاملا اصلا اینا رو هم بذارن کنار در چین که خودش میگه هر کاری دلشون میخواد بکنن. مثلا این بلوایی که اخیرا رو انداختن و مهار کرد دولت چین، مجبور شدن غربی ها کوتاه بیان، هنگ کنگ کجا بود یه بلوایی رو انداختن؟ بله، شانگهای بود. مثلا انتخاب فرماندار و اختیارات فرماندار و این چیزا بود فکر میکنم، و یه تعارض شدید ایجاد شد و چند روزم جنجالی شد ولی بالاخره کوتاه اومدن. اینا دو سال پیش بودیم در هنگ کنگ بود. بله بله، رو مثلا اختیارات هنگ کنگ بود. بله بله، هنوز هنگ کنگ خودشون مرکز مالی چیز میدونه دیگه، تأسیس هنگ کنگ هم میدونه دیگه، همین به دست بغدادی ها و ایرانی ها و اینا بوده دیگه، قاشاقچی تریاک بوده، تو جا تریاک بوده دیگه، HSBC از اونجا شروع میشه دیگه، الان بزرگترین بانک خصوصی دنیا، سومین بانک دنیاست، اولی و دومین دو تا بانک دولتی چین هستن، سومین بانک بزرگ دنیا میشه HSBC که در واقع میشه اولین بانک خصوصی بزرگ دنیا، دست همین هنگ کنگ و شانگهای و خلاصه به دست خود ما شروع شد دیگه. بله، افغانا خانواده افغان، بله دیگه، افغان نمازی شیراز، خیلی ها خلیلی های شیراز، بعد از اون ساسان های این لرد درک ازرا، خانواده ازرا که الان تو مجلس لرد ها هست، خانواده کدوری، اون آقای مجید کدوری محقق هست، اینا یهودی بغداد بودن، خیلی ها بودن، شمیم شروع هم دیگه، عمدتا اونها که تو کار چیز بودن دیگه. بله بله، خدا میدونه، ولی بعد من نمیدونم ایران برای همچین روزی فکر کرده، یعنی مسئول نظام میدونن چیکار میخوان بکنن اگه حمله شد، یا این ترامپ دیوانه هست و حمله هم میکنه واقعا فکر میکنید حمله میکنه؟ خب خیلی متشکرم، من اینو قطع کنم میکروفونو. خب فعلا خدا حافظی میکنم. فک و فامیلای خودشون که اینه طبیعت امریکا هم دارن، اینه سیزن امریکا، اینا از اروپا داشتن برمیگشتن به امریکا، جلوشون رو گرفته بودن برای دوست سطور فردن JFK در نیویورک، تازه اینا سیزن امریکا هم. چون متولد ایران هم تو پاسپورتشون هم نوشته متولد تهران یا شیراز یا هر جا، دو سه صد اینا رو نگرد داشته بودن تو پوتکا، از ایران هم نمی اومدن، نه از اروپا می اومدن، از انگلیس، آلمان، فرانسه. ببینید اصلا چرا به این صورت ایران شورای انتخاباتی چیز همش علیه سعودی بود ترامپ، تو انتخابات برای که خانم کلینتون رو خراب بکنه همش علیه سعودی صحبت میکرد ترامپ، ما فکر کردیم به نفعمون میشه، این همین هفته اولش گیر داده به ایران، این چرا اینجوری شده؟
این حق بازی بود، شارلاتانیزم بود تو انتخابات. همش حق بازی بود، همش شارلاتانیزم. ببینید اینا، این ترامپ با دار دسته این صهیونیستای دست راستی فاشیست لیکوده. بله. اون دخترش، شوهرش با دار دسته نتانیاهوه. علنا. کی؟ بیل کلینتون. چیز. نه. ترامپ. دختر ترامپ. آها. شوهرش. یارو چیز. جارد کوشنر. آره جارد کوشنر. خود دخترم که میگه یهودی شدم دیگه ایوانکا. آره خود دخترم که یهودی شده. اون نطقی هم که ترامپ در ایپک چه بود؟ ماه جون جولای اون موقع بود که نطقش در ایپک خیلی موزش مشخص کرد نسبت به ایران. چیز ایوانکا چیز دیگه، دوست دختر سابق ناتانیل روچیلد، پسر جیکوب روچیلد، یعقوب لورد روچیلد. لورد روچیلد جنی انرژی رو داره با مرداک و دیکچنی و اینا تو جولان دارن کار میکنن. ناتانیل 43-44 سالشه، جنرال انرژی رو داره با بارزانی رو نفت و گاز کردستان و قاچاق نفت و گاز عراق کار میکنه. این ناتانیل دوست پسر ایوانکا بوده قبلا. بعد اینجا هم که خوندم و بعضی دوستان پیگیر هستن، ظاهرا دهه 90 در شکست میشه ترامپ، که اون آقای چیز که همه کارش بود تو جریان انتخابات، الان اسمش تو ذهنم نیست، در واقع یکی از مدیرای لورد روچیلد هست، اون نجاتش میداد ترامپ از ورشکستگی. چیز این شادنسن، این آره آره مال نیو جرسی است. آره مال نیو جرسی است. آره اینا همشون هم برمیگردن به نیویورک و نیو جرسی، اونجا اون دفتر مرکزی جنرال انرژی هم تو نیویورک نیو جرسی است. یعنی از اون یه ربطی پیدا میکنه اونجا، دقیقاً چیز دیگه، پایگاه میرلنسکی و نمیدونم اون مافیای یهودی نیو جرسی بوده. مارلانسکی درسته؟ بله. قد اینا قشنگ اینا بینان. بله. اون با اینه طرفی بود. بله. عجیبه. آره اون. واقعا عجیبه. آره مدیر عامل جنرال انرژی هم چیز دیگه، اون آقای هست که پدرش چیز بوده، جواهر فروش بوده، طلای چیز مسروقه میرلانسکی رو میفروخته که به این خاطر FBI دستگیرش میکنه، 15 سال زندان بوده. پدر همین آقای چیز مایکل، مدیر عامل جنرال انرژی، مایکل چیز اسمش یادم رفت الان یه خورده. بله بله. یعنی اصلا یه پیوند عجیبیه. اون بعد دیک چنی هست که لورد روچیلد هست، روپرت مورداک هست، همین آقای مایکل استین هارت فکر میکنم همین که باباش بابا میرلانسکی بوده، اینا هستن. مردم تو خیلی وضعیت وحشتناکیه، اینجوری جریان مافیایی با شاید هست، خیلی مافیا. ببین الان هم این قانون اساسی که روسیه میخواد به هر زوری که شده تحمیل کنه به اسد، نمیدونم شما متن اینا خوندید؟ نه خیر. اسد کاملا روسیه رو به 7 قسمت تقسیم میکنه. عجب. اون کنفرانس آلتانا که اینا گذاشتن الان اصلا به ضرر سوریه است. من نمیدونم اینا واقعا چی فکر میکردن. این اسد اون موقع که دعوت کردن پوتین بیاد، خوب اینا مثل این که نفهمیدن جریان چیه، ولی ایران فهمیدن. این تا حدی نیروهای انتظامی، یعنی کسایی که دو سپاه هستن، اینا قشنگ میفهمن. مثلا فارس رو که میخونم اینا قشنگ فهمیدن جریان چیه، ولی پرستیری و خیلی از مطبوعات دیگه ایران اصلا نمیفهمن جریان چیه، که کی اینجا داره کی بازی میده. عجب 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 عجب. آره الان من جنی انرژی رو نگاه کردم، روپرت مورداک، دیک چنی، جیمز وولزی، بله، بیل ریچاردسون. آره اون مایکل استین هارت هست، مایکل استین هارت هست که گفتم باباش با مافیای میرلانسکی بوده، 15 سال زندانی شده. یعنی با یه مافیای نیو جرسی اصلا چیز عجیب غریبی زرف جوان با لاس وگاس، اتلانتیک سیتی، اتلانتیکی، آقای شلدون ادلسون، همه بابا دیگه ما رسما با مافیا طرفیم دیگه. خیلی عجیبه.
خب حالا انشالله که اینجوری نباشه، حالا آدمو میترسونه. خدا کنه ما که ما شب و روز دعا میکنیم. شب و روز داریم دعا میکنیم الان جنگ نشه، یعنی خسارتی به ایران نزنن اینا. غلطی دیگه میخوام کنم بکنم. نه حالا یه تحلیل دیگه اینه که اینا لافه، اینا بالاخره یک تحلیل دیگه هم حالا وجود داره دیگه، آدم باید هر دو رو یه سکه رو ببینه، یعنی که اینا یه چارچوب معینی میتونن موفق شن. از این طرف هم که این آلمان ها خیلی ترسیدن، خیلی خیلی ترسیدن. عجیبه، چرا؟ به خاطر این که منافع خود سیستم آلمان ها در خطره. اینا از یه طرف روسو دارن این فاشیست ها اینجا رو تقویت میکنن، فاشیست های آلمان ها؟ آلمان ها ایفتی ها. از یه طرف دیگه خب الان چکا داره فشار میاره روی ایو و مرکل و دولت آلمان. عجیبه، عجیبه. خیلی ممنون از محبتتون، خیلی لطف کردید که شما میفرمایید این پایه‌اش زمان جورج بوش و اوباما گذاشته شد، یعنی الان سیستم آماده است برای استقرار یه نظام فاشیستی تو آمریکا از نظر شما، از نظر مبانی قانونیش، ساختارها، نهادها، چطور؟ قبل از زمانه که ببینید ما باید تحلیلمون قبل از زمان بوش و اوباما بگیریم، به خاطر اینکه این که از نظر من البته این دنباله صحبت‌های بعد از جنگ جهانی دومی که وقتی که اینا آمریکایی‌ها و انگلیسی کلی از این دستگاه نازی ها آوردن آمریکا و غرب و اینا الان رشد کردن در طول 70 سال، بچه‌های اینا غیر از این کسایی که دنبال این فکرهای فاشیستی رو کردن الان تو سیستم راه پیدا کردن دیگه. مثلا الان سادن پاورتی لاسته یه گزارش میده حدود 2-3 هفته پیش که چقدر در طول این 10 سال اخیر از این گروه های نازی ها سفید وایت سوپرمیسیز توی دستگاه پلیسی آمریکا دست پیدا کردن در طول 10 سال اخیر، از KKK بگیریم به گروه های آریان نیشن، گروه های متعدد نیونازی و مختلف، این همه شون دست پیدا کردن توی پلیس و FBI و همینطوری به تدریج. تو میرسیم اینو بعد اینی که الان آوردن سر کار دیگه الان رسما یعنی مهر شد دیگه، یعنی سیستم کاملا فاشیستیه، یعنی یه چیز عین زمان هیتلر داره به وجود میاد در آمریکا. همینجور آبا از یازی ستان والا شاید نسی جوان ندونن که آمریکا اصلا سازمان امنیت نداشت، هوملند سکیوریتی یا سازمان امنیت داخلی رو بعد از یازی ستان جورج بوش درست کرد، ما هم چیزی قبلا نداشتیم. میگن اسلو موشن کو، اینا حد اقلش 20 سال نقشه کشی کردن، کودتای تدریجی، کودتای گام به گام. خب خیلی دیدگاه خیلی ناامید کننده و خطرناک و بدبینانه ایست و خدا کنه واقعیت نداشته باشه. ما که دعا میکنیم که واقعیت نداشته باشه، ولی اینو بگم روس هم تو این دست داشتن، علل خصوص از این گروه های دست راستی های خودشون امثال دوگین و غیره. عجب نقش دوگین نقش دوگین که خیلی وسیعه، خیلی بس. مثلا این بنن، این استیف بنن میشه گفت تقریبا یکی از مریدای شخصی دوگین. نقش دوگین تفاوتی با استیف بنن خیلی نقش وسیع این آقای استیف بنن تقریبا که غیر از استیف بنن علنا مرید الکساندر دوگینه. همین که الان شده یک شنبه پوتین کرد چیز ترامپ ایشونو کرد شدن امنیت ملی خیلی سر صدا کرد. بله و این تصمیم گیری هایی که داره میشه از کاخ سفید که هی دارن اینا هرج و مرج به وجود میارن، اینا کاملا طرز فکری های استراتژیکی دوگنیسته. بله کیاس به وجود میارن که همون شما فکر میکنم یه نظرات هم دارید راجع به تاثیرپذیری دوگین آلیستر کرولی که پیغمبر شیطان پرستاست دیگه در واقع. بله ما سرعت داریم از خود دوگین که خیلی تحسین مراسم کرد الستر کراولی ها. ببینید اینا خودشون رو زدن به مسیحی بودن این آقای دوگین و امثالش، ولی اینا اصلا هیچ اعتقادی به هیچ ادیان ابراهیمی ندارن، به هیچ دینی.
اینا شیطان پرستن. آلستر کرولی چی میگه؟ چی میگه؟ آلستر کرولی عقایدش چی؟ خیلی تحسینش میکنه. دوجین کرولی رو تحسین. خود نظرات کرولی چی هست آقای وحید؟ خب نظر کرولی که در خیلی از کتبش نوشته که باید یه عصر جدیدی به وجود بیاد، The Aeon of the Chaotic Child. یعنی چشم چی؟ عصر چی؟ عصر جدید حتما چجوری میشه؟ شیطانی مثلا به این میشه بله. که مثلا تو یکی از کتاباش نوشته که ما 2000 سال در زیر عصر ادیان ابراهیمی بودیم، الان بعد عصر شیطان به وجود بیاد در سرتاسر عالم. البته با رمز اینو مطرح کرده. بله اینطوری علمی نگفته که میگفت، میگن که ظاهرا پدر بزرگ نامشروع جورج بوش هم همین آلیستر کرولی است دیگه، اینو مطرح میکنن. و دوجین از یه همچین آدمی تجلیل میکنه. عجیبه مسلم. بله خیلی عجیبه. خب اینم بحث دوجین و رابطهش با بنان. آره رابطهشون خیلی نزدیکه، یعنی رابطه مستقیم دارن. یعنی در واقع میشه گفت عجیبه، میشه گفت که دوجین و جریان دوجینی تأثیر داره الان مستقیما در دولت ترامپ. عجیبه ولی وضعیت خیلی عجیبی مواجه هستیم. خب بازم متشکرم.